السلام علیکم دوستای عزیز خوب هستین شب روزتان به خیر میگذره امید دارم که همگیتان هم تن سالم داشته باشین دوستای عزیز خدا کنه که همیشه خوش و آرام باشین و دوستای عزیز پیش ازی که درس خدا شروع کنیم ما برای شما بازم طبق معمول یک گفتنی دارم که گفتنی های مرا همیشه در گوشتان داشته باشین و به با او عمل کنین دوستای عزیز گفتنی ما امروز ما چی از آداب سلام دادن من می میفهمم که انشالله شما همه گیتان سلام به بزرگا و به کلانا سلام میتین اما یگان یکی دوستکایتان که سلام نمیته اونا رو برشان میگیم که آداب سلام دادن هم بسیار زیاد چی کنن؟ مراعت کنن مثلا از خود کرده بزرگتر وقتی که میبینین شما او را سلام میتین مثلا شما چی میگین؟ السلام علیکم و سلام دادن به خاطر چی؟ به خاطر که سنت است. ما و شما باید چی کنیم؟ سنت ها در زندگی خود کار بگیریم و پیرو سنت باشیم. مثلا در پیش رویتان کسی می شما کرده بزرگتر شما میگین السلام علیکم. اما در مقابلم باید سلام دادن جوابش چی است؟ واجب است که باید چی بگویم؟ علیکم سلام. و خصوصا وقتی که صبحانه از خواب بیدار میشین شما و پدر جان و مادر جانتان که میبینین حتمی چی میگین؟ اسلام علیکم پدر جان صبحتان بخیر و یا اسلام علیکم مادر جان صبحتان بخیر وقتی که پدر جان و مادر جان میبینه که بچه رکشان یا دخترکشان برشان سلام میته و بسیار خوش میشن که ما یک بچه و یا دختر خوبی داریم وقتی که پدر جان و مادر جان خوش شد پس خداوند آمد شما خوش میشه یعنی که در رضایت پدر و مادر رضایت چی است پروردگار پس از این شما اگر سلامم نمیدادین در پیش رویتان از خود کرده بزرگتر دیدین شما چی میگین السلام علیکم بله بود امید از که شما هم روزه هر کسی که در مقابلتان می سلام علیکی کنین به امید درس خدا با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشاینده و مهربان شروع می کنیم دوستای عزیز ببینین طور که قبلنم ما شما درس کار کردیم از حروف الفبای مصوره خواندیم که اولین حرف ما چی بود؟ حرف علفمد حرف علفمد بود که ما می خواهیم خوب بشناسیم حرف الف مته که آوازش چیز چی شکل داره در کلمه ها ده کدام قسمت کلمه ها به کار برده میشه و وقتی که حرف الف شناختین شما دیگه هیچ مشکل نمی داشته باشین ما به شما گفتیم که امی حروف الف وای دریره اگر شما خوب دقیق بخونین و آواز و شکلش یاد داشته باشین و دیگه شما هیچ در قسمت خواندن کلمه در قسمت خواندن کتاب ها کتاب های قصه را بخونین هیچ کدام مشکل نمی داشته باشین خب گوش کنین متوجه باشین این حرف چی بگوین برما بر آفرین حرف الف مد ببینین چی رقم نوشته میشه از طرف بالا و با پایین خط مستقیم است و از طرف بالا با و پایین و به سرش چی است یک مد الف مد الف مد آواز شکلش دیدین شناختین آوازش چی است آوازش گفتیم که به طرف آوازش به طرف بالا میره مثلا آ وقتی که میگین آ ببینین میخوایم که یک کلمه برش بگوییم چی میشه مثلا میگیم آب آب آهو آه. آه. آلو ببینین آواز به طرف کجا رفت به طرف بالا رفت چقدر خوب میفهمین امرای ما همیشه تکرار کنین در سایتانه خب ایناله می خواهیم که حرف الف چند کلمه برازی بگوییم و هورا را تجزیه کنیم و از حرف الف ببینیم که چی چی کلمه ما ساخته می حرف الف مت است بر ما بگوییم آفرین شاباز یک دوسته که تان میگه که آف, تاب. آف تاب. ببینین آفتاب یک کلمه دیگه هم بگوین آفرین آواز واز ببینین آواز و آ پز اش, آش دیدین که از حرف الف مد چند کلمه ما درست کردیم of top a was اینالو اینمی می‌خوایم این می, اینه می کلمه را حرفایش چی کنیم تجزیه کنیم بر شما گفته بودم که تجزیه چی مانه؟ یعنی جدا ساختن جدا جدا حرفایش نوشته می‌کنیم و می بینیم که تجزیه شوه یا مثلا کلمه آف تاپ ببینید حرف اولش چی است الف مد آفرین بگوی امره مه حرف ف ف جمع کدام حرف است ت ت جمع کدام حرف است الف جمع کدام حرف است ب وقتی که اینمی حرفا را یک جا بسازیم چی میشه؟ آف تاب آف تاب آف می میخواییم کلمه آ واز تجزیه بسازیم ببینیم حرف اولش کدام حرف است؟ الف مد جمع ببینین بگوین حرفش واو جمع الف و حرف ز آفرین چقدر خوب میفهمین شما این وقتی که اگر یک جا سازی میاد ترکیب کنین ببینین آواز آواز کلمه آش پزا می خواهیم تجزیه کنیم ببینید. الف جمع کدام کلمه است شین جمع حرف پ پ, پ جمع حرف آخر حرفش زی ای را اگر بخوایم ترکیب کنیم نوشته می کنیم ببینیم حرف الف شین بازی شین شینه نیمه نوشته می کنیم پ و حرف آخر زی که میشه آش پس خوب یک بار دقت، با دقت امرای تکرار کرده برین و حرفا و کلمه ها رو بخوانیم. حرف الف مد آوازش چی بود؟ آ کلمه آف تاپ آ واز آش پز هر عرف ما حرف اولش هر کلمه ما حرف اولش چی بود حرف الف مرد شکلشام شناختیم آوازشام به حال می خواهیم همی کلمه ها, همی کلمه ها را چی،, چی کنیم هجا کنیم هجا چی مانه؟ هجا یعنی همین صدا آواز همین مکس که میگیرین در هر کلمه اونمو را مثال ببینین آف آف تاب وقتی که آف تاب میگین چی میشه؟ دو هجا میشه در قسمت آف ببینین یک مکس تنفس میگیرین پس تاپ آف تاب آف تاب چند هجاب بود؟ دو هجاب بله آفرین این حالا همراه من یک جا هجاب کنیم آ واز آ واز چند هجاب بود؟ بله دو هجاب آفرین حالا یاد گرفتین قندولکای ما آش پس ببینین آش پس چند هجاب بود؟ بله دو هجاب بیاین خود الف متر هجاب کنیم الف الف مد ببینید الف مد چند هجا آفرین دو هجا بسیار خوب خوب دوستای عزیز خوب سعی شما به دقت متوجه باشین که حرف الف مد چی شکل داره آوازش چیست و هر کلمه که نوشته میکنین شما او را هجا کنین تجزیه کنین و خوب میتونین که بعد قط که وقتی که دقت کردین به حرف الف مد در هر جایی که حرف الف نوشته بود او رو بخوانین پس دیگه مشکل نمی داشته باشین خوب دوستای عزیز کار خانگیتان کار خانگیتان چی است که یک صفحه شما حرف الف نوشته میکنین در کتابچه هایتان قسمی که گفتیم شما به حرف الف مات چهار کلمه پیدا کنین چهار کلمه که در بینش حرف کلمات حرف علف ذکر شده باشه مثلا ببینین ما براتون میگم آسمان مثلا آهو آلو آفتاب آشپز دیدین چقدر کلمه های زیاد است شما دو دور پیشتون خوب سل کنین که خوب متوجه باشین که حرف الف مد به کدام چیز است مثلا در اتاقتون ببینین که کدام کلمه ها به حرف کدام چیزها کلمه حرف الف داره این کار خانگیتان و کارهای خانگیتان همیشه در کتابچه کایتان یادداشت کنین انشالله باز خاطر که دیدیم خوب دوستای عزیز خدا کنه که درس امروز خوشتان آمده باشه و خدا کنه امید دارم که می حرف الف خوب شناخته باشین و در قسمت شناخت شکل آواز هجا و هیچ مشکل نداشته باشین پس بر امی هم آه, آه گپ که آداب سلام دادن از یادتان نره بله موضوعی که ذکر کرده بودیم چی بود؟ آداب سلام دادن که شما هر دوستتان دیدین از خود کرده بزرگتر دیدین چی میتین؟ از سلام علیکم میگین و در مقابل جواب سلامتان چی است؟ علیکم سلام خوب دوستای عزیز این بود درس امروزی ما خدا کنه خوشتان آمده باشه و شما دقت کرده باشین بازی گوشی نکنین شوخی نکنین فهمیدین و با امید صحت و سلامتی هرچی بیشترتان شب روزتان خوش الله حافظ همه ما و شما